اساس گزارش سالانه سازمان بین المللی کار، با وجود مصرف بیلیون ها دلار کمک های بین المللی در افغانستان، در 12 سال گذشته حدود 12 میلیون تن، یعنی 8 تن از هر 10 فردی که به سن کار رسیدند، کارگران غیر حرفه‌ای روزمره هستند. سازمان بین المللی کار در گزارش سال گذشته خود آمار ترسناک را نشر کرد که بر اساس آن حدود نیم افغان ها غذای کافی برای خوردن ندارند. 18% کودکان زیر 18 سال کار می کنند و 82% همه افغان ها بی سوادند. 14,000 محصل همه ساله فارغ تحصیل می شوند و در بازارهای کار بیکار سرگردانند. اداره اصلاحات برای حکومتداری خوب انگشت انتقاد روی وزارت کار بلند کرده، میگوید این وزارت در طول 13 سال هیچ کاری برای رفع بیکاری نکرده است. روز کارگر را پشت سر گذاشتیم و موضوع امروز زیربنای ما محور کار، کارگر و دستمزد خواهد بود. در آغاز برنامه گزارشی داریم که پخش میکنیم. در آستانه روز جهانی کارگر، شماری از مسئولان اتحادیه‌های کارگری در کابل گرد هم آمدند تا برای حقوقشان دادخواهی کنند. برخی از مسئولان اتحادیه‌های کارگری میگویند در حال حاضر دست کم 4 میلیون تن بیکارند و که این رقم با گذشت هر سال در حال افزایش است. نبود مسئولیت کاری مورد دیگری است که اتحادیه کارگران از آن انتقاد دارند. من یو تحلیل لګلای دا ملی شورا ته څېږي کوم ویلي چې شپږ ویز زره باید یو کارمند معاش وي تر څو چې 15 نفری فامیل وکولای شي خپل ژوند تامین کړي. با این حال وزارت کار و امور اجتماعی مشکلات کارگران افغان را میپذیرد. پالیسی ملی کار بعد از انجام جلسات متعدد با نهادهای دولتی، غیر دولتی و خصوصی و شریک ساختن آن با اتحادیه‌های کارگری، اتاق‌های تجارت و صنایع تهیه و به اداره محترم امور و دارانشای شورای وزیران فرستاده شده که تا هنوز از تایید آن ابراز نظر در این مورد کدام تماس با ما صورت نگرفته است. شمار دیگری از کارگران نیز در این گرد همایی از دریافت حقوق و وضعیتشان نگرانند. حقوق کارگران داده شوه و ما خانمای کمیال دای گردیمای جمع شده صرف به خاطر یعنی کارگر هستم. تو دم اوردر گریزون بگرد شراب کباب تده ما خاک بخوریم. خنالت خدا دستر جان شده و خنالت خدا سر جان میشه. هرچند تا کنون احصایه درستی از نفوذ افغانستان و آمار بیکاری در دست نیست، اما اتحادیه کارگران میگویند از 12 میلیون تن واجد شرایط کار، 4 میلیون آن در افغانستان بیکارند. با سلام مجدد برمیگردیم به بحث امروزمان. مهمان عزیز که در استودیو تشریف آوردند آقای حاجی ظاهر کارگر، سکرتر جنرال اتحادیه‌های صنفی کارگران افغانستان هستند. آقای کارگر، به برنامه ما خوش آمدید. تشکر. خوش باشی. عرض ادب بر تلویزیون، بر بینندگان تلویزیون شما و بر روز جهانی کارگر هم احترام و پیام خود میفرستیم به او کارگرایی که امروز نان ندارن و بازم میان و پشت سرک میان به خاطر روز جهانی کارگر تقدیم میکنن و به او پیام و به رئیس جمهور دولت اسلامی که خدا کنه که این پیام رئیس های به دولت به گوش خود بشنوه، رئیس اجرایه بشنوه و رئیس پارلمان و اردو اتاق پارلمان باید از این بشنوه و قاضی قضات و از سر محکمه در مجموع. البته پیام ما بر تمام ملت افغانستان و سراسر جهان و کارگرای سراسر دنیا، البته این پیام خود از پشت تریبون شما پیام خود میرسانیم. جناب کارگر، روز جهانی کارگر در تمام دنیا برگزار میشه همه ساله، ولی این بار در تمام حداقل در نصف دنیا به صورت مارش برگزار گردید و همچنان ما در کابل شاهد تظاهرات و به نفع مارش کارگران بودیم. چرا؟ البته در سطح جهان سطح بیکاری زیاد شده، در مجموع کارگرها در سطح دنیا البته و بخصوصاً که انتقاد انگشت کشور دوست ما، همسایه ما ایران
یک انگشت انتقاد در مارش خود اتحادیه کارگری گفتن که کارگرای ما به اینجا مثلا کارگرای خود چیز بیکار است و کارگرای افغانی جای جاره گرفته و با موضوع پایسار پایین. ما در این میگم که ما سر منابع زیربنا اگر کار نکنیم ما از ایالت دیگه هم با طوفان از عالم از بیکاری و الگرد و کوچگرد و بازارگرد و رفتن با مافیای مواد مخدر یا رفتن با مخالفین دولت امکان داره که بی نظمی ها و بی امنیتی را زیاد بکنه. عامل تمام عاملش عامل بیکاری است. در سطح کشور کار وجود نداره. مشکلات دارن کارگرای ما، البته نان کار داره، اولادش نان کار داره، خودش هم زندگی کار داره، خانه نداره، خانه را جور میکنه و بدبختانه که خودش صاحب خانه نیست. چون در دیگه دنیا بر شما شاید معلوم باشه یا اطلاع رسیده باشه که اولین کسی که در کشور مهاجر میشه بر از او یک خانه آماده میسازه. اگر چهار نفر میباشه یا سه نفر میباشه یک فامیل برش حق سرپناه میته. اما در این کشور ما روز در روز اینمی بی‌نظمی ها و بی‌امنیتی ها که مدیریت درست نیست در نظام حکومت در گذشته هم نبوده. با یکی 114 میلیارد دلاری که در افغانستان آمد ما نتانستیم که کارگر خود را بسازیم، صاحب نان بسازیم یا سکتورهای دولتی خود را پس دوباره فعال کنیم یا منابع زیرزمینی که البته زیربناست که عبارت از معدنهای ما است، معدنهای سرشار داریم یا مسائل زراعت خود را مکانیزه بسازیم. اما در اینجا ما روز در روز بیکاری ما زیاد شده میره. سالانه مثلا ما در سال 260,000 محصلی که از مکتبا فارغ میشه 92,000 زیر پانتونا جذب میکنه و 92,000 ادمن از پانتونا فارغ میشه، پس امو امار خود پورا میکنه 260,000. شما ایره فکر کنه که سالانه 260,000 سرزی افزود کنه که عالم از جوانای ما بیکار است. همی حالت ده که شما میبینید در سطح کشور بر شما بهتر معلوم است که در تلویزیون ها اکثرا جنایایی که صورت میگیره، گرفتاریایی که صورت میگیره یا با مخالفین که گرفته میشه یا با خود شهروندان با جنایتکارا کلش نسل جوان است. بسیار کمش یگان تاش یگان ذره سندش بالا باشه دیگه کل از اونها سندجا. اگر در میدان اویش مواد مخدر است او را یک مافی استخدام کرده مواد مخدر میتن بر یک مشبول از میدان اویش. یعنی جوان بیکار و فرد بیکار در کشور چون افغانستان فقط پی کار هست، هر کاری کلش. که پیش آمد. مثلا شما میبینید که در هر شورا در هر منطقه صوبانه اگر شما برای ببینید گریتان میگیره برای از اینکه یک تعداد کارگرایی که سالای سال کار کرده مثلا اگر رنگمال است، گلکار است، نجار است یا نسل جوان است پرسانش کنیم میگه من دین روز معلم بودم یا مدیر بودم یا رئیس بودم سبکدو شده او آدم نان خوردن نداره. ما او را تحلیل کردیم که برای یک کارگر در یک ماه 26,000 و 27,500 روپه باید برای یک کارگر داده شود. چون ماش گارانتی نیست برای یک استاندارد پای جور نشده دیگه باید چی داشته باشه. مانه مامور عادی باید از این پول داشته باشه. آقای کارگر با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار به منظور کار و ایجاد زمینه های کار و سرمایه گذاری در راستای مختلف معاشات به اندازه کافی سطحش پایین است. یعنی یک کارگر در حد اوسط سالانه 23,000 افغانی معاش میگیره در طول سال. البته این دلیلش چی هست؟ دلیلش بیشتر زورگویی کارفرما هست یا فقر در سرمایه گذاری؟ یکی خب فقر در سرمایه گذاری است که سرمایه در طول میشش ما برای شما بهتر معلوم است که در درگیری هایی که بین اردو کاندید صورت گرفت یک تعداد سرمایه دارای ما بی باور شد در سر که وطن خود، سر کار خود خیستن از وطن پول و سرمایه را بردن رفتن در کشور دیگه سرمایه گذاری میکنن. و دیگه اما زمان آقای کرزید اوج سرمایه گذاری ها در کشور هم مزد و معاش و دستمزد کارگر بسیار پایین بود. یعنی از 23,000 در سال هیچ زمان بالا نرفته. چندین بار ما چون صدای خود کشیدیم در پشت تلویزیون های زیبا
که امروز کارگر در حالت فخر بسیار در حالت بدبختی زندگی میکنه. دولت با می که 114 میلیارد در کشور میایه، اگر ما میرد به سر مردم هم تقسیم میکردیم، برای مردم یک چیز میرسید. اگر ایره در بانک صنعتی، در بانک تعمیراتی، در بانک زراعتی، در امی بانگار ایجاد میکردیم و از امی استفاده میکرد برای کارگر، برای دیقان، برای ساختمانچی یک مش پول داده میشد که اینا سرمایه گذاری میکردن که ما خودکفا میشدیم. اما بدبختانه ما یک کشور استهلاکی شدیم و کشور وارداتی هستیم. تا که ما نتانیم کشور خود را به اقتصادش تبدیل نکنیم، از ایالت نکشیم، سرمایه‌دار خود را تشویق نکنیم که پس دوباره از سکتورهای خصوصی ما پس دوباره ایای مجدد شود یا پس دوباره فعال شوند و واردات در کشور کم بسازیم. ما واردات وقتی که کم ساختیم، ما چیزی که خود ما داریم از خودکفایی این میره میگم که ما پول خود را در جیب خود میمانیم. حال پول که ما اگر جوالیگری میکنیم، اگر کار میکنیم، اگر ماموریت میکنیم، اگر دلیوری میکنیم، اگر در یک جای مدیر هستیم، این می پول ما در جیب کسی دیگه میفته. اگر ما این پول در کشور خود مصرف بکنیم، سایر کشور آوره، ما با 30 میلیون نفوذی که ما داریم، البته احصایه گرفته نشده، باز ما تخمینی برتان میگیم که اینمی مردم، اینمی سرمایه که داریم، اینمی سرمایه، ما فکر میکنم که ما منیس یک کشور بسیار غنی زندگی میکنه ملت ما. اما افسوس دهی میکشیم که مدیریت درست نداریم به خاطر از اینکه ما چطور بتانیم. مثلا امی معدنباب ما را که ما استخراج بکنیم، اینمی برای تمام ملت افغانستان ما فکر میکنم که کافی است. برای از اینکه اونمو سرمایه را که اونمو تجار ما، اونمو سرمایه دار ما دنمی معدن سرمایه گذاری بکنه و نه جنس بدون کیفیت در داخل کشور. آقای کارگر، رفتن به سمت تولیدی شدن و خودکفایی یا انتقال اقتصادی یک بحث بسیار بزرگ است و نیازمند افراد باسواد و مسلکی هست و متخصص. حالا در بحث بیکاری دو تا بحث مطرح میشه. یکی این که کم سواد و غیر مسلکی هستن افراد در کشور ما که بیکار باقی میمانن، و یا این که کشور جهان سومی یک عارضه بسیار کلان منام به اعتمادی داره تحت عنوان بی‌اعتمادی به دولت، بی‌اعتمادی به سیستم، بالاخره بی‌اعتمادی روی افراد، و تلاش میکنن که در بحث بیکاری از بیرون کارگر وارد بکنن و کارگرهای خارجی را استخدام میکنن. شما در این دو مسئله نظر شما چی است که بیکاری از کدام این دو ناحیه برمیگرده و میایه؟ بعد از یک وقفه برمیگرده. بیکاری خود یکی عامل شمی است که ما سر کارگر خود اعتماد نداریم، سر بیگانه اعتماد میکنیم. ما میتونیم که مکاتب مسلکی را در ادارات ایجاد بکنیم و امو آدم در طول یک سال یا دو سال خود میرسونه به مو میاره و کار میرسونه. در گذشته میگه بوده، مثلا ما در جنگلک یک مکتب داشتیم، این رشته جنگلک میخوندن، هم ماش میگرفتن، مکتبای مسلکی. مکتبای مسلکی خب مکتبای مسلکی هم از متاسفانه نمیخوانن. نه، پانتونای خصوصی بخصوصی میان آمدن. ندارن. ما براتون بگویم، اول ما مثال بچه ما باشه، ما امکانات نداشته باشم، ما چطور بتونم که ما در هر سمستر بر از اون 400 دلار بتم؟ ما خودم ماشم ما مثال 10,000 باشه یا 5,000 باشه. آه. و ما دیگه پول از این کنم یا رشوت بخورم در گداره که کار کنم در بازی دارد که ما بتانم او تکفوی از او بچه ما بکنم، یا ایست که بچه ما بانم که سر به خود الگرد شود در روی بازار، مردم بازار بته یاده کرد، یا در دام مافیا بفته یا در دام مخالفین دولت بفته. تا که ما منابع زیربنا را تکمیل نکنیم و کشور را سر اقتصاد خودش استفاده نکنیم، نه جنگ از این کشور آرام میشه، نه خود خب امین برداختن بر زیربناها. شما یاد کردین، یادآوری کردین از استخراج منابع زیرزمینی. خود همینجا ما متخصص اصلا نداریم، کارگری که بتونه کار کنه نداریم. مثلا نهایت کارگرهای ما در اون سطح هستن که میرن کتب بیل و کلنگ یا می سنگای قیمتی را میشکنن از زیر خاک میکشن، یا حفریات آثار باستانی را بشه کسته شکسته، یا سنگ زغال میرن معدنش را میشکنن، از معدن هم سر خودشون خو میکنن. اونجا خود چند چی عامل داره اخبار بگن. یک عامل شی است که خود این نظام ها به می شکل مردم تربیه کردن. گناه جرم نظام است، جرم ملت نیست. اگر ما در خانه سازی
یک مکتب مسلکی داشته باشیم که آدم در روز دو ساعت یا سه ساعت در مو رشته موجه درس بخونه، در گذشته بود بلجبار باشه، بلجبار باشه در اونجا درس خود بخونه و هم کار بکنه. اینا هم صاحب اقتصاد میشه هم صاحب کار میشه. ما در اینجا میتونیم همین منابع زیربنای مدنی مندن باب ما، ما داریم یک دانه انجینر، ده دانه انجینر متخصص میتونیم که به مقعد بریم به می کشور خود و اونمو رشتر اگر ما سر امی مردم تقریب بکنیم، امی بچه ها را که از امی کوچه و بازار جمع کنیم، کسی که در رشته که علاقه داشته باشه در اونجا روانش بکنیم، چون در اونجا میتونه شده که در اینجا اینا صاحب کارم شود، صاحب اقتصادم شود. وزارت کارم و اجتماعی در اونجا میتونه شده که شورای عالی کار تشکیل بده و سکرتر از بخش نماینده کارگرها بگیره و در اونجا در اصلاحات در نظام قانون کار بره. این گپا را در اونجا ما در نظر داریم و پیشنهاد ما به می است که باید دولت این نظام تعقیب بکنه. یک دقیقه. اوکی. آماده است. با سلام مجدد در برنامه زیربنا هستید و موضوع امروز برنامه ما روز کارگر، پرداختن به مزد کارگر و معاش کارگر است و از مهمان عزیزی که در استودیو دعوت کردیم آقای حاجی ظاهر کارگر، سکرتر جنرال اتحادیه‌های صنفی کارگران افغانستان هست و به بحثمون تا چند دقیقه دیگر نیز ادامه خواهیم داد. آقای کارگر، سوال ما مطرح شد این که بیکاری افراد در کشور به کم سوادی و غیر مسلکی بودنشان برمیگرده یا اینکه بی اعتمادی در کشور ما و وارد کردن افراد مسلکی و باسواد از خارج به عنوان کارگرهای خارجی؟ البته در اینجا عامل است که اول خود ما سر خود بی اعتماد هستیم. اگر ما اولاد خود ما بتانیم به یک رای خوب تشویق بکنیم، ما فکر میکنم که اینمی اولاد اینمی جامعه است، ما میتونیم که این نظیمی اولاد جامعه اگر خوب است خراب است باید تربیه بکنیم این بار دوش جامعه نشه. و آوردن با کارگر خارجی به یک کشور این هم برای ملت زار مقاتل است. ما میتونیم که یک تعداد متخصصین در رشته‌های مختلف بیاریم، ما در یک مخالف نیستیم که تا اون کارگر ما مکاتب مسلکی که در رشته‌ها آماده میشه دانموجه درس بخونه و هم کار بکنه هم صاحب اقتصاد شود. او میتونه شده در آینده بهترین کارگر است، چون کارگرای ما و ملت افغانستان یک بسیار مفکوره بسیار خوب و عالی داره. مثلا شما دیده که یک تعداد تیاره ساختن، یک تعداد بازی چیزهای دیگه ساختن. ما در سر کارگرای خود ایمان دارم، به خاطر از این سر ملت خود ایمان داریم. اگر ما با این ملت خود بازو بتیم، ملت در دور خود جمع بکنیم، ما دوچار هیچ مشکل نیست. بر شکستن این بی اعتمادی روی افراد کشور خودمان چی کار باید کرد؟ نظام البته این نظام اول که در کشور میایه باید سر اقتصاد ملت خود توجه بکنه. مثلا حکومتداری خوب، اصلاحات در نظام، این اصل عمده یک نظام است و اینجا البته این ایجاد شده چون در راستش احمد ضیاء خان معاون قبلی رئیس جمهور و نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور است، در اینجا زیاد تو تپ تلاش میکنه که در اینجا یک نظام، یک اصلاحات در نظام بیایه، حکومتداری خوب بیایه. اما به یک نفر به یک گل بار نمیشه، ما باید با یک نظام مکملا دعوت بکنیم و تمام کارشناس هایی که مفکوره خوبتر داره از ما کده بالاتر داره، ما کارگر هستیم، میتونه شده که اونا در یک حلقه بسیار خوب بیاین، یک سلسله کمیسیون های بسیار عالی جور شود، بتانیم سر اقتصاد زیربنای وطن فکر بکنیم که ما چطور بتانیم کشور را به کشور صادراتی تبدیل کنیم. در راهپیمایی و مارشی که حالا به صورت عمومی در نصف از دنیا و به صورت خصوصی در کشور ما شد یکی دو روز قبل، بیشتر چه خواستگاه کارگران چی؟ خواستای کارگران فقط کار است، کار میخواهند، مزادلانه میخواهند، زندگی بهتر میخواهند. کارگرای ما به اینکه بیکار هستند، مزش پایین است، مزش برای فامیلش تکفو نمیکنه و اولادش درس خوانده نمیتونه. مثلا ما 1.5 میلیون بیشتر طفل کار داریم که در کارهای شاقه کار میکنه. اینا کلش اولاد کارگر است، اولاد شهید است، پدرهای خود دست دادن در جنگ، در عامل گوناگون دست دادن.
ای خود شده نمیدانه که ما کل گپ پشتر بگذارانیم، ما مابین خود کشتگیری بکنیم که ما بگویم کی وزیر تو شوه، ما بگویم والی تو شوه. اول خب شما فکر کنه که دو تا رهبر بسیار بزرگ فهمیده و دانسته داریم و اینا سر اقتصاد ملت باید توجه بکنن. آقای کارگر، در حالا خواستگاه های این کارگران به کدام نهاد برمیگرده، دولت یا دنیای خصوصی؟ 13 سال است ما به تغییر نظام تکیه کردیم، یعنی نظام اقتصاد سوسیالیستی یا متمرکز تبدیل به نظام بازار شده. و چقدر برای صاحب کار شدن افراد در کشور ما این نظام خصوصی تأثیر کرده؟ نتانسته، به خاطر از اینکه نظام دورش مافیا گرفته. دین روز همون مافیا یا همون مردمی که برای مجاهدین عزیز ما صلاح دادن که برو برادر علاج شده، ای شده، برای شما وطنتان نجات بده. اونا با یک احساس بسیار پاک وطن پرستانه آمدن داخل حکومت شدن، داخل کشور خود شدن، صلاح دادشان آمدن، خوب نظام تغییر دادن که مثلا نظام دکتر صاحب نجیب الله یا این پس شد، اونا به قدرت انتقال کردن برای مجاهدین ما. مجاهدین نتونستن نظام نگاه کرده، با تمام درگیری هایی که بین خودشان شد، مردم از هم پاشید، نظام هم پاشید، تمام زیربنا و مواد کشور رفت. پس دوباره وقتی که آمد حکومت، اینمی اقتصاد بازار آزاده و اینا را آوردن در اینجا و اصلاحات اداری را آوردن، این گپا را آوردن. در اینجا اقتصاد بازار مارکت کار داره. اقتصاد بازار باید از یک چیز باشه که بتانه که برای مردم عرضه و تقاضا را پیدا بکنه. ما کشور استهلاکی ساختیم، کشور وارداتی ساختیم. این سرمایه‌دار ما، این سکتور برادر عزیز ما سرمایه‌اش در اینجا راکت ماند، در پل چرخی یا در اوجه ایجاد کرد، فامریکر ماشینالات آورد، مواد خام سرش محصولش بلند است، ماشینالات را که مر از اون محصول دو چند گرفته میشه. اینا تولید ما پایین است، کارگرمون بیکار است. اگر ما سکتور خصوصی را یک نظام و میره بتانه که سکتور خصوصی را یک مافیات بده، از 4 سال الی 10 سال مثل سایر کشورها واره، جنسی که از بیرون میاد جنس خارجی را منع بکنه، این تجارای ما را تشویق کنه به یک بخش دیگه کشور، مثلا معدن ها را بختیار بانه، معدن سمت، معدن زغال، مثلا معدن آهن دیگر، به خاطر از اینکه همین سرمایه خود را برن در نمیجا مصرف کنن. ما بتانیم این کشور را به وارداتی تبدیل بکنیم، ما بیکار نداره. وقتی که ما هیچ چیز نداشته باشیم، مافیا هم در اینجا استخبارات اقتصادی بیاید در نظام ما داخل شده و در پالوی ما داخل شده و او فامریکه که آدم به خون دل او را جور کرده، او دست زیر علاشه ششته و ترپس همون جنس، عین جنسی که تولید میکنه در بازار می برزانتر، این که تولید میکنه به قیمت، این معاش هم میتونه مثلا تکلیف هم میکشه. او مثلا اعمال خانه‌ای که ساخته میشه، ببینه خانه سازی ما داشتیم بسیار ظرفیت بالا داشت، اما یک خانه که خانه سازی ساخته در این مکریان های کنه را شما بری یک راکت را بزنید، او راکت اصابت نمیتونه، قوت نداره، اما بری یک خانه دیگر که ساخته شما میتونه که او را بسیار بزرگترین وقت راکت او را بزن از بین ببره. مگم چی است؟ ما اساس کشور خود نتونستیم ما به یک جای برسانیم با مقه پول که آمده. مثال بند برق نداریم، ببینه بند برق یک را کجکیر ما اعلان میکنیم، یک را شاوروس، یک را بنده که در ایرات است او را اعلان میکنیم. این حال چی است؟ در اینجا مدیریت صورت نگرفته. مثال امی برق که آمد در طول امی مدت زمستان، ما شما چقدر تکلیف دیدیم؟ ما برای دولت مردان میره میگم که بیایی که ما از خود جور بکنیم، ما او داریم، مثلا تیل وافر داریم، اعمال در کنر که جنگ است، علت چی است؟ او بهترین تیل که تو در دنیا میخوایی امو تیل است. یا مثلا تیلایی که در شبرغان داریم. آقای کارگر، در پروژه های چه دولتی و چه خصوصی برای کاریابی بیشتر شناخت و روابط کارساز است، برای صاحب کار شدن چه چیز و چه طرحی میتونه که اول باعث شود که کار به صورت عادلانه تقسیم شد؟ کار خوب یک چیز است که ما یک وزیر اگه ثابت، شما قبلا هم گفتین که حکومت مصلحتی است. مصلحتی وارد شده به خاطر از اینکه ما در گذشته اگر یک آدم وزیر میره با یک
نکتایی یا با لباس قبای خود داخل اداره میشد، وزیر یک اداره بود. اگر چی پشتون بود، چی تاجک بود، چی هزاره بود، چی هر ملیتی که در اونجا کار میکرد، اون از اون نظام برابرداری میکرد، یک ماش داشت، کوپون داشت، اون از زندگی خود پیش میبرد. حال هر وزیری که در اداره میره، باز اون از شاخه و پنجه و مدیریت و دیگه ایدگاه آساسا یا به نام فساد اداری یا به نام از او یا به نام زشت یا به درشت رو میکشه. چون اتحادیه کارگری، کارگرای ما یا مامورین دولت ما در مجموع تاری رای خود پیدا نکردن که ما در کجا یک تمرکز، یک جمع شویم، ما بتانیم که یک رهبر درست داشته باشیم که حق ما را از دولت بگیره. مثلا اتحادیه کارگری است. اینا را اگه میگه که بیا عضو اتحادیه شو، بر از او یک چیز دیگه تصور شده دین روز برشان آمده میگم که والا اتحادیه کارگری از نظام گذشته دکتر صاحب نجیب الله یا نظام اتحادیه کارگری در تمام جهان است. مثلا سازمان آیلوی بین ملکال هر سال چند روز با دایر میشه، در اونجا تمام اتحادیه کارگری اشتراک میکنه، تمام کارفرماها اشتراک میکنه، دولت ها نمایندش اشتراک میکنه. داره وقت ما تمام شده، این لحظه اگر یک دو طرح به صورت خلاصه و چند ثانیه ای بدین که چطور میتونیم به یک مزد عادلانه و تقسیم کار عادلانه برسیم. تقسیم مزد عادلانه که کار امور اجتماعی بتانه که شورای عالی کار و یک نفرم سکرتر از نماینده کارگرا را بگیره و کارگرا بتانه در دور اتحادیه کارگری جمع شوند و بتانه اتحادیه کارگری که مزدشان حقوقشان بتانه که از دولت یا از کارفرما یا از سایر جای دیگه که پروژه کاری است حقوقشان باید یاده حقوق بسازشان. غیر از این به این پراگندگی ما دوچار مشکلات. ممنون شما جناب آقای ظاهر کارگر، سکرتر جنرال اتحادیه صنفی کارگران افغانستان که به بحث ما تشریف آوردین. زنده باد تمام کارگران جهان و عادلانه باد تمام هستی انسان در سرتاسر دنیا. این بود برنامه امروز ما که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعد همین ساعت برای نیم ساعت شما را به خداوند می‌سپاریم. بدرود.